به نظر من گذشته از احساسات و باورها این آگاهی روز به روز داره بیشتر میشه. خوشبختانه تأثیر فضای مجازی و راه‌هایی که دنیا مطلع میشه از خواست همیهنانمون از هر زمانی بیشتره و من بارها گوشزد میکنم به مسئولین سیاسی و دولتی و حتی رسانه‌های جهانی که توجه بکنید به اینکه خود مردم ایران چی میگن، احساسات اونها چیه. اگه خاطرتون باشه درست بعد از حمله 7 اکتبر، خب جمهوری اسلامی سعی کرد کلی تبلیغات برای حماس و فلسطینی‌ها انجام بده و دیدیم مردم چه شعارهایی رو تو استادیوم ها میدادن. این نشون دهنده اینه که تا چه حدی مردم میخوان به دنیا بگن که این رژیم نماینده ما نیست و خیلی از همیهنانمون از من میخوام که این پیغام رو منتقل بکنم به جهان. و در ارتباط با همون سخنرانی بسیار فیدبک مثبتی داشتیم و خیلی هم در انتظار سخنرانی امروز من بودن، چون میدونن اهمیت صلح و ثبات میتونه منجر بشه هرچه سریعتر به بازگشت به جریان ترقی و پیشرفت و رفاه و آسایش، چیزی که این رژیم از مردم ما 40 سال پیش گرفت. من اگر حامی و پشتیبان این به اصطلاح گروگان ها هستم، یادم نمیره که اولین گروگان میلیون ها ایرانی هستن که این رژیم اسیر کرده و باز قبل از همه مردم ایران نجات پیدا کنن، چون این ملت خواهان صلح و روابط حسنه است با منطقه، برخلاف این رژیم که از روز اول اولا ضد ایرانی و ضد ملی بود ولی در آن واحد مدام دنبال جنجال، بلکه تنها راه بقاش بر اساس این ریخته شده. بر همین نمیشه باش کنار اومد، بر همین نمیشه باش معامله کرد و بنابراین یه فرصتی است که باید دست به دست هم پیش ببریم. و همینطور که در سخنرانیم گفتم، فراتر از کنار هم ایستادن، همکاری عملی با هم داشتن، این امر بسیار مهمی است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین با زدن روبان زرد حمایت خودش رو از گروگانان اسرائیلی و تلاش‌ها و درخواست‌ها برای آزادی اونها اعلام کرد. برای اینکه به هر حال شما نمیتونید هر نوع گروگانگیری رو توجیه بکنید در دنیا متمدن، به خصوص اونطوری که اتفاق افتاد و این چیزیست که خب جهان عکس العمل شده. منم به سهم خودم قطعا امیدوار هستم که هر چه زودتر این گروگان ها آزاد بشن، ولی تو ذهن خودم باز گفتم خیلی فراتر از گروگان های کنونی، اولین گروگان هایی هستن که الان 14 هست توسط این رژیم اسیر هستن و اونم مردم کشور خودمون هستن. در جریان این گرد همایی استقبال خیلی زیادی از شاهزاده رضا پهلوی و سخنرانیش دیده شد. این ایران کماکان حوزه و مرکز خیلی از جلسات و بحث ها هست، از جمله روز سوم که قرار هست کنفرانس جلسه با مشخص با تمرکز بر تهدید جمهوری اسلامی و وضعیت ایران و ارتباطش با یهود ستیزی و ناامنی ها در منطقه بررسی بشه. کامبیز توانا، صدای آمریکا.